برای اینکه این تصویر رو در مرحله اولیه 11 پایین رو بدیم، بنابرای ویدیوهای 55 پایین رو صفر کنیم، 20 بالا بنابرای ترشورد 45. اگه ما بخوایم ببینیم اینجا هدف در چه وضعیتیه، خب میتونیم بیایم 2 رو بهش بدیم، چون عمودی شده دیگه ما اینجا 2 و بعد اینترپولیت 1 رو بدیم، چون این حالت چاه جایی نرمتر یا به سمت سفتیه. حالا اینترپولیت رو که بهش میدیم و بعد 1 و 2 صفر رو بهش بدیم. خب ببینید تصویر به هم ریخته شد، ولی اینجا یک حالت بارو هست، یعنی زمین بسیار سفت و سخته. اینا شرایطیه که بعد برای تشخیص اهداف در نظر گرفت. حالا 11 پایین رو میدیم برابر ویدیوهای 55، 0 پایین، 20 بالا برابر ترشولد 45. و گفتیم اگر عمودی باشه یا بعد بیایم کد 10 رو بدیم. خب این خوش اوریب هم داره، بعد بیایم کد 1 رو بدیم. خب گفتیم بعد اینترپولیتش میکنیم، بعد 2 صفرش میکنیم. در اینجا اگه آنتی سایز 5 رو بزنیم یه منبع هست. خب حالا که با 10 و اینترپولیت 1 اینو جواب داده، میتونیم از 5 استفاده کنیم. میایم در اینجا 11 پایین رو میدیم برابر ویدیوهای 55، 20 بالا پنج. خب اینجا بازم حالت عمودی داری، ولی اینترپولیت رو نمیزنیم، میریم رو 1، چون خود 5 کار عمودی رو میکنه، مگه اینکه اینجا یه عمودی دیگه تو 5 ظاهر میشد. 2 صفر که این میاد. خب این دوتا لکه میاره که میگه من هدف رو در اینجا از این منبع دارم، به شرطی که اصولش رعایت شده باشه. خب این تا اینجا پاسخ داد. اگر این هدف بخوایم ببینیم چه ترکیبی در عمق زیاد داره یا منابع دیگه داخلشه، 11 پایین رو میدیم بنابرای ویدیوهای 55 صفرش میکنیم، 20 بالا رو میدیم. برای منابع دیگه میایم 7 رو میدیم و بعد 1ش میکنیم. خب اینجا باز حالت عمودی رو داره، ولی 2 صفرش میکنیم. تو این حالت در اینجا این شرایط پدید میاد که اگه 5 رو بدیم این به وجود میاد، یعنی در حالت رنگ عادی این داخل یه منبع دیگه است. ببینید این داخل یک منبع دیگه قرار داره که اگه از F6 استفاده کنیم کاملا مشخصه لایه‌های بسیار سفت و سخت در اینجا وجود داره که بیانگر اینه که هدف در میان اونه. پس با این شرایط از عدد 7 هم میتونید بیاید لایه‌ها و نوع جریانات و موضوعاتون رو بررسی کنید و دو لکه رنگ هم در این ور اونور این داریم، اینجا و اینجا. خود اینم بر روی آنتی سایز 3 حالت دو تا مثلث و دو لکه رنگ رو در هم دارن. پس اگه خواستید یک موقع از این جریان یا این موضوعات استفاده کنید برای اینکه ببینید داخل یک هدف سفت و سخته، از این ترکیب هم میتونید بهره ببرید. البته اینجا از اینترپولیت هم میشد استفاده کنید و اپراتور میتونه استفاده کنه که ببینه بعد از این چه وضعیتی پدید میاد. مانند اینکه الان بیان 11 رو بدیم، البته این نیاز نیست چون خودش وضعیتی است. 11 پایین، ویدیوی 55، 20 بالا 7، 1. خب ببینید اگه اینجا ما بابت این اینترپولیت 1 رو بدیم، خود این دیگه میاد اون جریان هدف رو در اینجا به این صورت مشخص میکنه. اگه 2 صفرش بکنیم این وضعیت پدید میاد، فقط میگه منابعی هست، یعنی این میگه منبعی هست. چرا؟ چون ما اینترپولیت رو آوردیم روی 1 پیاده کردیم. حالا اگه بخوایم 11 پایین رو برابر ویدیوهای 55 بدیم، پایین رو صفر بکنیم، بالا 20 و بعد بیایم 10 رو بهش بدیم و حالا 7 رو بهش بدیم. اینجا میتونیم یه اینترپولیت بدیم چون ترکیب 7ش با اون 1یه. یه اینترپولیت که میدیم این شکلی به این صورت میگیره،
یعنی تو جریان عددی که تو INT سایز ها میدیم این وضعیت رو داره. حالا یک، خب حالت مربع پیوسته و حالت یه لکه در اینجاست و حالا دو صفرش میکنیم. ببینید در دو صفر توی حالت FF اینجا این سفتی و این خط و این لکه پدید اومده، اینجا وجود هدف رو دوباره مورد ارزیابی قرار میده با این ترکیب که میتونه بگه من هدف رو در این محدوده دارم ولی داخل منابعی سفتره. ببینید الان این هدف رو اگه در نظر بگیرید در اینجا، این سفترین شرایط رو برای این هدف در اینجا داره و این لکه رنگا همه پیوسته همه. البته این شرایط شرایط خاصیه و این هدف هدف خاصیه که بخوایم جدا سازش کنیم. این خود این هم مثلا یه حالت افقی رو در اصل تصویر در اینجا داره. پس ترکیب های نوع کار کردن ها میتونه از روش های متفاوت ولی اصول خاص خودش.